داستان ما از شهری به نام توز یا تاوکه در جنوب ایران آغاز می شود. شهری از دوران ایلامیان که 3500 سال بعد اوج شکوهش را در زمان ساسانیان به دست آورد. آنگاه که گسترش دانش و صنعت نساجی در این شهر باستانی با درختی افسانه‌ای و پارچه‌ای لطیف محکم و زیبا به نام پارچه طاووس یا دیبای توز آن شهر را شهره جهان کهن آن زمان نمود و پادشاهان هخامنشی تا ساسانی با پارچه های بافته شده از الیاف همین درخت برای خود لباس های فاخر می دوختند. پارچه هایی که در جاده ابریشم تا اروپا صادر می شد و لطافت و ویژگی های منحصر به فردش سبب شده که در قرآن چند بار به عنوان لباس و پوشش بهشت از آن نام برده شود. در شعر کهن پارسی کمتر شاعری است که به ثنای دیبای توز نپرداخته باشد. همچنان که ناصر خسرو قبادیانی سروده است که سخن چون تار توزی خوب و باریک و لطیف آور. سخن چون تار باید تا برون آیی ز تار و تم. شهرت و گسترش این صنعت سبب شد که در چند شهر دوران ساسانیان کارخانه های نساجی دیبای توز شکل بگیرند و تا اوایل قرن ششم هجری قمری مردم دوران کهن با اشتغال به این صنعت باغ‌های وسیع این درخت باستانی را در جای جای سرزمین ایران باستان گسترش دهند و پس از آن به یک باره دیبای توزی ناپدید شد. استبرق درخت دیبای پادشاهان. درخت استبرق که در جنوب ایران به خرق، غرق، خرک، خرک و قلپلپ مشهور است، درختی است همیشه سبز با پیشینه درخشان در تاریخ ایران کهن. علاوه بر بافت پارچه از الیاف استبرق، شواهدی تاریخی وجود دارد که از پوست این درخت برای محکم کردن کمان، خدنگ و زین اسب استفاده می کردند و از همین پوست نیز برای ساخت کاغذ توز استفاده می شده است. این درخت شیره‌ای سفید رنگ، چسبناک و بسیار سمی دارد که به عنوان ضماد برای زخم‌های عفونی و قارچی در طب سنتی ایرانی کاربرد داشته است. استبرق در آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا می‌روید. اسم عربی استبرق در فرهنگ‌های دیگر نام‌های دیگری دارد، مانند سیب صدوم در عبری، کالوتروپ در لاتین، کتان در فرانسوی، گل تاجی کوچک در انگلیسی و بومبا در اسپانیایی. نام علمی این درخت کالوتروپیس پروسا می باشد. این درخت آب و هوای گرم و مرطوب تا گرم و خشک را به خوبی تحمل می کند و به واسطه کرک‌های روی برگ‌هایش، شیرابه غلیظش، پوست چوب پنبه‌ای تنه آن و نیز ریشه‌های بسیار عمیق می‌تواند شرایط کم آبی را نیز تاب آورد. در کنار همیشه سبز بودن و تاب آوریش در برابر کم آبی، گل‌های زیبای این درخت نیز در دو رنگ بنفش و سفید آن را گونه مناسبی برای زیباسازی فضاهای شهری نموده است. میوه متورم و تخم مرغی این درخت پس از رسیدن الیاف بسیار لطیف ابریشمیش را تولید می کند. هرچند از ساقه تازه این درخت نیز برای تولید الیاف مانند کتان بهره می برند. گذشت زمان دانش بافت پارچه از این الیاف را در ایران
به فراموشی سپرده است. اما اخیراً پژوهشگران ایرانی موفق شدند تا از الیاف استبرق نخ تولید کنند. ویژگی منحصر به فرد این الیاف، مصرف بسیار کم آب و کشت در خاک‌های نامساعد در مقایسه با پنبه و نیز حذف گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با تولید پشم و موست. در بذرهای بیشماری که میوه این درخت تولید می‌کند، یک هفته پس از کاشته شدن می‌رویند. بذرها با باد پراکنده می‌شوند و تا زمان بارش باران منتظر روییدن باقی می‌مانند. یکی از زیبایی‌های ویژه این درخت، گونه‌های جانوری همزیست با آن می‌باشند. زنبور درودگر یکی از همراهان این درخت است که شهد شیرین استبرق آنها را میهمان همیشگیش نموده است. مطالعات پژوهشگران آلمانی نشان داده است که گسترش زنبورهای وحشی از جمله زنبورهای درودگر در باغات و مراتع سبب باروری بیشتر گیاهان و درختان بومی می شود. میهمان دیگر این درخت منحصر به فرد پروانه شهریار است. این پروانه یکی از گونه های زیبای جنوب ایران است که لارو آن می تواند از برگ های سمی این درخت تغذیه کند. زیبایی پروانه بالغ، لارو این پروانه و نیز شفیره فانوسی شکل آن در برخی نقاط جهان مانند برزیل برای جذب گردشگر استفاده می شود. اما همیشه شفیره های پروانه شهریار به پروانه تبدیل نمی شوند. زنبور پارازیتیکی بر روی این درخت زیست می کند که جمعیت این لارف ها را کنترل می کند. پرندگان حشره‌خواری مانند زنبورخار سبز و حتی پرنده شهدخوار نیز از دیگر میهمانان اکوسیستم درخت استبرق هستند. و این گونه درخت استبرق با سرسختی در برابر گرما و بی‌آبی از زمانهای کهن تا به امروز منافع بیشمارش را به زمین هدیه کرده است.